قرار است دو کانال بزرگ به منظور آبیاری زمین‌های زراعتی از سوی وزارت انرژی آب در ولایت هرات ساخته شود. هزینه ساخت این کانال‌ها به بیش از 180 میلیون افغانی می‌رسد که از سوی بانک جهانی کمک شده است. این دو کانال در ولسوالی‌های قریان و انجیل هرات تطبیق می‌شود و در آینده نزدیک کار عملی آن آغاز خواهد شد. به این گزارش توجه کنید. ساخت دو کانال بزرگ به منظور آبیاری هزاران هکتار زمین زراعتی در ولایت هرات. این کانال ها از سوی وزارت انرژی و آب به همکاری بانک جهانی ساخته می شود. کانال نخست که گلور دراز نام دارد قرار است در ولسوالی قوریان هرات تطبیق شود. مسئولان ریاست حوزه دریای ایرایرود مرغاب در هرات می گویند این کانال بیش از 11 کیلومتر طول دارد و نزدیک به 69 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. این کانال برای بیش از 1500 هکتار زمین زراعتی آب می رساند. تعداد 6 تا ساختمان بسیار عمده داره که اینا سربند داره و ساختمان های سلول داره و تراس داره و یک پول متروی داره در 6 قسمتی تنظیم شده که ما امیدواریم امشالله در ولسوالی پروبات قوریان که مردم نهایت در انتظار اعمار پروژه هستند این پروژه امشالله زمینی عملی پیدا بکنه. کانال دومی در ولسوالی انجیل هرات ساخته می شود. این کانال ظرفیت رساندن آب به 4831 هکتار زمین زراعتی را دارا است. بخش بزرگ این کانال از قسمت شمال شهر هرات می گذرد. مسئولان ریاست حوزه دریایی ایرایرود مرغاب در هرات می گویند هزینه ساخت این کانال بیش از 120 میلیون افغانی است. یک کانال بسیار عظیم هست و کانالی است که بر علاوه از او که چه میکنه از داخل شهر هرات عبور میکنه و بیشتر چیهای داخلی سبزیجات و میوه‌جات و سبکتایی که در داخل شهر هرات شما ببینید مسئول همین کانال هست. از سوی دیگر مسئولان محلی در هرات میگویند ساخت این کانال ها کمک خوبی در قسمت افزایش تولیدات محصولات زراعتی و رشد اقتصاد دهقانان این ولایت میکند. روند تقسیم و استفاده آب در اراضی زراعتی تسهیل بکنه اینا تکمیل از اینا میتونه به گونه بسیار اساسی بر وضعیت اقتصادی مردم اثرگذار باشه و رشد زراعت در پی داشته باشه. ساخت کانال ها در زمینه افزایش محصولات زراعتی و رساندن آب به زمین های بکر زراعتی مهم خوانده می شود. این کانال ها در حال ساخته می شود که همکنون کار ساخت یک کانال بزرگ در ولسوالی اوبه هرات نیز جریان دارد.